حلية المتقين. این آقا اعظم علمای شیعه هست دیگه، از این مجلسی بزرگتر. اینقدر که مهمل این مردک گفته، شما هزار تا نویسنده بیارید هزار سال مهمل بنویسن اندازه این ننوشته. کتاب این هست، کتاب آخوند هست. خمینی و دار دسته و اسد ابوالحسن اصفهانی و اون سید خراسانی و هرچی بروجردی و غیره اینها بر خان این نشستن، تألیف و تصنیف کرده این فرهنگ عقب افتاده شیعه رو این آقا. یعنی شما هرچی تو این حل مسائل ها و اینا میبینید منشعب از این هست. در علامات ظهور، ظهور حضرت عاشق مرتضی، حالا میارم برای شما ببینید ما چه بدبختی هستیم. بله که اینها، بله ببینید خدا، بله بله میگوید که در اجرای سوال در باب خوانندگی و اون سخن حرام است، بدون که این زمزمه شیطان و نوحه شوم اهل خزلان یعنی موسیقی و شغل ارباب شقاق و آشیانه نفاق بل اجماع و اتفاق اهل بیت اسمت صلوات الله علیهم و علماء شیعه و اهل وفاق حرام است، چنان که متقدمین و متأخرین نقل کردن، بلکه به مثل زنا حرام است و حرمت اون ضرورت مذهب شیعه است و از کبایر گناهان است که مرتکب اون فاسق و فاجر است و هر که حلال داند ظاهرا مرتد و کافر است و آیات متکاثر و روایات متواتر در حرمت اون وارد شده است و تا حال احدی از علمای امامیه به حلال بودن اون قائل نشده اند مگر خزله صوفیه. خزله صوفی گمراهان، خزله صوفیه که مانند تصوف از مخالفین میراث بردن و از اهم و اهم عبادات میخوانند و به تصوف عذر اون رو خواستن، ولی کن برای حفظ ظاهر گاه متعذرند به حدیثی که اگر اصل و صحت این معنی هم داشته باشد بسیار ضعیف و اسناد اون باطل خواهد بود، به تضاد تعارض اصح و اصرح و اصرح و اکثر از آیات و روایات و اجماع چنین و چنان. خیلی خوب، بعد اینجا میگوید که خب منقول است که چنین و چنان که صاحب قنا و خوانندگی از قبرش کر و کور و گم چون زناکار و سازنده هیچ کس نیست که بلند کند آواز خود را به خوانندگی مگر اون که خدا دو شیطان فرستد که بر دوش او سوار شده و پاشنه پاهای خود به سینه و پشت او زنند تا وقتی که واگذارد. یعنی به معنی که خواننده شروع میکنه خواندن، دو تا شیطان سوار میشن به این و لگد میزنند به پشت این تا اینکه صدا آوازش قطع میشه، اون موقع این دو شیطان چیز میکنه رد میشه. و فرمود که یک درهم به صاحب ساز دهد و آلت فساد نزد خدا شدیدتر است از زنا با مادر خود 70 بار. و در حدیث است که قنا نوحه ابلیس بود، نوحه ابلیس بود و نوحه و قنا فسون زناست. و در روایت حسن از حضرت باقر علیه السلام، چون میدونید روایت و حدیث یا حدیث صحیح هست یا حدیث حسن است یا حدیث ضعیف است. روایت حسن یعنی که راویش معلوم است کی است و در واقع منابع موثق هست. خب در روایت حسن از حضرت باقر علیه السلام میفرماید که قنا از گناهان است که خدا وعده آتش فرموده است. پس خوند آیه ای که عذاب مهین و خار کننده در آن مقرر شده است و در صحیح حضرت صادق می‌فرماید خانه ای که خوانندگی در آن می‌شود ایمن نیست از نزول بلاهای درناک و دعا مستجاب نمی‌شود و ملائکه نازل نمی‌شوند. و فرمود خدا
اعراض نموده از اهل اون خانه و روی رحمت برگردانیده و فرمود قنا آشانه نفاق است و شنیدن لهو و لعب می رویاند در دل و نمیدونم نفاق را محکم می کند و چنین و چنان. بله بعد میگوید که کسی از آن حضرت پرسید، از حضرت صادق انیکه، که من گاهی در خلا نشستم را طول میدهم و برای شنیدن قنا و ساز همسایه. این بدبخت بیچاره میرفته تو بیت الخلا، یه ساز خوش میومده، طبیعت انسان زیبایی رو دوست داره، موسیقی رو دوست، این در بطون وجود انسان هست. گفت ناله تنبور و آواز دهل چیزکی ماند به اون تنبور کل. پس حکیمان گفتن این نغمه ها یا این صوت ها از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به هر فیثاغورسی. مولانا قبول داشته. خب برای شنیدن سادمه خلا رو طول می دهم. حضرت کن را شنید به نهایت وحشت و اهتدام و به نهایت وحشت و اهتدام به حدی نه فرمود که سائل مضطرب شده و گفت برای اون نمی رفتم بلکه به گوشم می رسید. فرمود والله مگر نشنیده ای قول خدا را که فلان. یک مش آیات آورده است یک متر و نیم که در حرام بودن موسیقی. اینم ذهنیت این آقایون.